به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همگی شما عزیزان بینده. امیدوارم هر جا هستین در صحت کامل باشین و زندگیتان مملو از شادی و آری از اندو باشه، دور از دردها و رنجها، در کنار فامیلای عزیزتان زندگی کنین. باز هم در یک از برنامه های برنگ روز قرار داریم. موضوعی که امروز انتخاب کردیم برمیگرده به موضوع نسای ولادی و موضوعی که امروز انتخاب کردیم خیلی یک موضوع حیاتی میتونه بر شما به اتمام برسه و یک موضوع خیلی دلچسب است. موضوع امروز ما ایمپلنت یا روش غرسی میباشه و طبق معمول امروز چهارشنبه هست و با خود دکتر صاحب غوطه یعقوبی رو داریم، متخصص امروز نسایی بلادی هستن. اگر شما هم کدام سوال داشته باشین میتونین که تماس بگیرین. شماره تماس برنامه ما فعال است و همچنان صفحه فیسبوک برنامه ما در اختیار شما ایزا قرار گرفته. میتونین که هانجا بینندی برنامه تون باشین و هر سوالی که دارین میتونین که کامنت بگذارین. سلام تقدیم شما دکتر صاحب، روزتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما بیننده عزیز و روز شما هم بخیر. جهان سپاس از این که در برنامه ما امروز تشریف آوردید. تشکر. خب در نخست میخوایم ازتون سوال کنم که ایمپلنت یا روش غرسی چی است؟ تشکر بسیار زیاد. روش غرسی یا ایمپلنت از جمله روش های حاوی هورمون جلوگیری از حاملگی یا تنظیم خانواده است که ای به شکل یک روش طولانی مدت قابل برگشت برای خانم ها استفاده میشه و این روش گفتم هورمونی است و برای خانم هایی که از استفاده میکنن یعنی فیصدی بسیار بلند مسئولیت فراهم میکنه و در ضمن از قرار تحقیقات صورت گرفته هر 100 خانمی که از این روش استفاده کنن کمتر از یک خانم حامله میشه. یعنی از نظر موثریت روش وقتی که فکر میکنیم از جمله روش های بسیار موثر فاصله دهی بین ولادت ها به شمار میره و خوشبختانه در کشور ما این روش تقریبا از 2 سال به این طرف در لیست ادویه اساسی در شامل شده و این روش توسط کارمندای صحی در مراکز مختلف، البته به این کار بسیار به تدریج آغاز شده و کارمندای صحی که در عرصه آموزش دیدن این روش برای خانمایی که واجد شرایط هستند تقدیم میکنن و عرضه میکنن. بله، و همین روشی که شما ذکر کردین چی تاثیرات میتونه داشته باشه؟ یکی از تاثیرات بسیار خوب این روش این است که یک مدت طولانی یعنی در حدود 5 سال بله. محافظت فراهم میکنه در مقابل حاملگی. یعنی خانمی که این روش هم استفاده میکنه میتونه برای 5 سال کاملا مطمئن باشه از این که به این مدت حمل نمیگیره. اما خوبی روش است که به مجرد که ای از بدن خارج میشه خانم میتونه پس دوباره قدرت باروری خود به دست بیاره و در قسمت تطبیق از این یک روش است که در قسمت زیر جلد قسمت بالایی بازو تطبیق میشه. یعنی توسط یک آله است که من این آله را برتان نشان میدم. بله بسیار خوب. این مثل یک پیچکاری وارد است که البته امو روش که گفتیم ایمپلنت مثل اندازه چوبک هاست، دو تا چوبک گوگرد داری به می اندازه است. البته او وقتی که شکل اصلیش است او به رنگ سفید می باشه و این را یک کارمند سی آموزش دیده، کسی که درباره این روش معلومات داره یعنی هر کس نمیتونه. نه خیر، هر کس نمیتونه. در قسمت بالایی بازو در زیر جلد تطبیق میکنه. البته این روش کارمندای صحی بر از خانم پرسان میکنن که بیشتر کدام دست خود ازش کار میگیره و در دو دستی که قدر زیاد از او استفاده نمیشه تطبیق میکنن. البته بسیار کدام پروسه جراحی بزرگ نیست، بسیار ساده است و کمتر از تقریبا 2 دقیقه وقت در بر میگیره که تطبیق شوه. با خود درد و گپا را میداشته باشه؟ خب معلوم دار وقتی که یک جسم اجنبی در زیر جلد قرار میگیره یک اندازه ناراحتی و درد حداقل بر 4 روز موجود میباشه که صاحب بسته میشه با بنداش، هیچ نوع کوک زدن اینا نداره، یعنی فقط یک پلستر انگشت استفاده میشه و صاحب انداش میشه. برای 4 روز خانم گونه که بله کاملا کمی به سرک شما میبینین میشه که بینندای عزیز هم میره ببینن. بسیار روش ساده است و یعنی میشن که شما میبینین همین قسم در زیر جلد قسمت بالای بازو تطبیق میشه. یک پروسه بسیار ساده است و کپسول ها در همونجا میمونه و بسته میشه. 4 روز بعد خانم میتونه که ساحه را باز کنه.
بسیار یک اندازه کم، یک سرخی، یکان کمکی که احساس درد اینا که می باشه و با گرفتن یک دوای درد میتونه برطرف شوه. اما این محافظت بر از تقریبا 5 سال فراهم می سازه و خانم میتونه به این مدت بسیار باید منان خاطر زندگی خدا پیش ببره. بله دکتر صاحب، مطلب شما همین چیزهایی هست که در بازوی چپ یا راست یک خانم بله. شما ایره تزریق میکنین و هی در همونجا می باشه. بله و یعنی کشیده نمیشه مدت 5 سال بعد یا کشیده میشه؟ بله این در مدت که میمونه چونی هورمون است، آوی هورمون است، یک مقدار هورمون به شکل بسیار متناوب روزانه آزاد میسازه و بعد از اینکه تاثیراتش یعنی این هورمون بر 5 سال عمل میکنه، بعد از اینکه تاریخش ختم میشه، یعنی بله. تاریخ تطبیق و تاریخ خروج، اما کارمند سی که روش تطبیق میکنه برای خانم میگه، خانم در جریان همین مدت هم میتونه که هر زمانی که بخواه این خارج ساخته میتونه. وقتی که همین مدت به تمام میرسه، یعنی 5 سال پوره میشه یا قبل از او، خانم میتونه مراجعه کنه به کارمند سی و او با اجرای بسیار یک عملی کوچک جراحی امی روشه، پس دوباره امی دو عدد کپسول میکشه زیر جلد بازو و خانم میتونه که یک روش دیگر استفاده کنه یا اگر خواهان عزیز که دوباره امی روش استفاده کنه امرایش خوب است، بس امی روش دوباره برش تطبیق میشه. بله و دوستان عزیز، موضوع برنامه ما امپلنت یا روش غرسی هست که یک موضوع خیلی جالب و دلچسب است. پس چه خوب است شما بیننده برنامه‌تون باشین و ما رو تنها نگذارین. شما رو تماس برنامه ما فعال است، شما میتونین تماس بگیرین، هر سوالی که دارین میتونین که از دکتر صاحب بپرسین. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که این کپسول ها رو میتونن در جریان 5 سال هم اینا از بازوی خود یعنی بکشن و در جریان 5 سال که میتونن اینا رو بکشن، اگر از 5 سال 6 سال شوه یا 7 سال شوا کدام نقص نداره؟ نه خیر، هیچ نوع نقص عوارض نداره. یعنی در اول خو هیچ خانمی را از مدت 5 سال بیشتر بنابرم و مشوره دی که در ارتباط برای صورت گرفتن نمیگذاره، اما اگر گذاشتم چه یعنی بنابر محدودیت های بنابر بعض عوامل که در وطن ما کاملا رایج است، یعنی مهاجرت از یک جای دیگه یا بعض گپای دیگه، اصلا هیچ نوع اثرات بد بالای زندگی خانم وارد، چونی تاثیرات هورمونیش بر 5 سال است. مهمترین گپ است که بعد از 5 سال هم میکنه که در بازش دو کپسول وجود داره یا خیر. یعنی وقتی که خانم جست کنه دست خدا بالاش بگذاره میتونه حس کنه، چون فقط این زیر جلد گذاشته میشه به این خاطر و فقط خانم بعد از 5 سال میتونه با یک حمله دیگه مواجه شوه. بله. همین مشکلش خواهد بود. بله. و یک خواهر ما در صفحه فیسبوک برنامه و مسیج گذاشتن، گفتن زمانی که ما یعنی دست بزنیم یا دست ما افگار شد کدام جایی باز دردش می داشته باشه یا ما باید پیش دکتر مراجعه کنیم؟ خب اما تو که گفتم همیشه وقتی که روش تطبیق میشه، یک خانم با دستی که مشوره دی صورت میگیره برش انتخاب میکنه این روش، برش گفته میشه کدام دستت از زیاد استفاده میکنی، یعنی کار میکنی امروش. اگر دست راست خود کار میکنه بعد در بازوی چپ تطبیق میشه و اگر بازوی دست چپ استفاده میکنه در بازوی و اون در ساحی تطبیق میشه که تقریبا در این قسمت بازو که یعنی از مواجه شدن با تردیدات یا مواجه شدن با ضربه هایی که امکان داره بخوره کاملا محفوظ میباشه. اما اگر احساس او چون زیر جلد است اوقدر احساس شدید درد اگر یک ضربه بسیار شدید وارد شده معلوم دار، در غیر از او هیچ نوع عوارض را بالای اثرات خود این روش باقی نمگذاره، اما احساس درد معلوم دار جایی که ضربه میخوره خب به صورت طبیعی هم درد میگیره. بله. و ما وقتی که بازو میگیم شاید بعض از بیننده های ما تو فکر کنن که بازوی قسمت ها میگیم. بله. اما میشه بر ما نشان بدیم که دقیقا کدام قسمت کپسول ها؟ خب. اما تو که در انیمیشن هم بیننده های عزیز دیدن ما بیشتر در این قسمت بازو تطبیق میکنیم میره. بله. چون جایی است که وقتی خانم از دست خود استفاده هم میکنه، یعنی بیشتر دست چپ یا راست که هم تو گفتم نظر به خواهش خود خانم و در قسمت داخلی بازو، یعنی طور تطبیق میشه که در این قسمت که اصلا مواجه با ضربه و مواجه با اثرات بیرونی نمی باشه و میتونه که بسیار مسئول ایره در خود جا بده. خوبی دیگه ای روش ایسته که خانم ما بعد از ولادت عاجل میتونن
این را تطبیق کنن. یعنی اگر یک خانم در یک مرکز صحی ولادت میکنه که از خانهش دور است، ما تنها هدف ما در این برنامه آگاهی دهی مورد روش ها برای خانم های در کابل یا ولایاتی که بیشترین مراکز صحی در اونجا هست نیست، ما او خانم ها را در نظر داریم که از دورترین نقطه یعنی دو ساعت یک ساعت راه را میاین تا یک به مرکز صحی میرسن یا به خاطر ولادت یا به گرفتن مراقبت تا یا به گرفتن روش های تنظیم خانواده. پس خانمی که در یک مرکز صحی ولادت میکنه از یک جای دور میه و نمیتونه در صفحه بعد از ولادت خود دسترسی برش مناسب نمیباشه به این مرکز صحی، میتونه بسیار خوب در دوره بعد از ولادت، عاجل بعد از ولادت، یعنی 48 ساعت مشخص 48 ساعت بعد از ولادت میتونه که بله همونطور که در مورد روش لوب بعد از ولادت ما شما کم صحبت کرده بودیم و در برنامه بعدی به تفصیل صحبت خواهد کردیم، این روش هم میتونه عاجل بعد از ولادت تطبیق شوه و خانم با گرفتن یک روش جلوگیری از حاملگی یا تنظیم خانواده و خانه خود بخیر بره. بله. و شما چی زمان بر یک خانم که این کپسول ها را یعنی میخواین که با خود تزریق کنن چی زمان برشون توصیه میکنین؟ خب از نظر زمانی هر خانم میتونه این را تطبیق کنه، فقط خانم هایی که اونا حامله هستن خب معلوم دار اجازه ندارن. بله. خانم هایی که خونریزی های غیر منظم دارن بر اونا اجازه نیست که روش تطبیق کنن، به خاطر از که اول باید امو سبب اصلی خونریزی های غیر منظم بودنش پیدا شوه و تشخیص شوه بعد از او. و دیگه خانمایی که در ته 5 سال گذشته یا سرطان ستیه را گذشتوندن و یا ای که از سبب سرطان ستیه اونا تداوی شدن، یعنی او خانم هم اجازه ندارن که این روش را تطبیق کنن. بله و فعلا یک تماس داریم که جواب میدیم. بله بله سلام خواهر عزیز، بفرمایید کی هستین و چی سال داشتین؟ خواهر عزیز ما صدای شما رو درست نداریم، اگر امکان داره که جایتون تغییر بدین تا ما سالتون رو بگیریم. بله گفتن 5 سال میشه نرسی کردن و طفل ندارن. شما سال داشتین؟ نه خیر نیمه بس برشون جواب. تشکر خواهر عزیز که تماس گرفتین تا سای دکتر صاحب از طریق تلویزیونتون بیننده باشین. بفرمایید. خب این خانم گفتن که 5 سال شد ازدواج کردن و طفل ندارن، مطمئنا در طی 5 سال با دکتر یا متخصص نسای ولادی مراجعه کردن. بله. حتما یک سبب به خاطر نداشتن طفل پیش از اینو و یا شوهرشان دریافت شده. امیدوار هستم که با در نظر داشته امون پروسیجرهایی که بالای این خانم و توصیه هایی که دکتر معالجشان برای خودشان یا شوهرشان کده، امیدوار هستیم به امو عمل کنن و سبب اصلی مشکلشان که چرا اینا باور نمیشن یا حمل نمیگیرن دریافت شده باشه. و در صورتی که اینا مراجعه نکرده باشن باز میشه که برای یک متخصص نسای ولادی مراجعه کنن، چون 5 سال یک مدت طولانی است و نظر به سبب اصلی مشکلشان که پیش خودشان و یا شوهرشان ممکن است موجود باشه در قسمت تداوی خود اقدام کنند. بله با امید از اینکه خواهر ما جواب خود دریافت کرده باشه. دوستای عزیز موضوع برنامه ما ایمپلنت یا روش غرسی هست و شما تماس برنامه ما فعال است، شما میتونید تماس بگیرید. صفحه فیسبوک برنامه ما هم در اختیار شما ایزا قرار گرفته، هر سوالی که دارید میتونید کامنت بگذارید. خب دکتر صاحب در ادامه صحبت های شما میریم، پرسیدم که بر کدام اشخاص شما توصیه میکنین و بر کدام اشخاص شما توصیه نمیکنین تا این عمل انجام بده؟ کاملا گفتیم که تمام خانم ها واجد شرایط میتونن باشن برای گرفتن روش. تنها خانمایی که خونریزی های تشخیص نشده داشته باشن، غیر منظم باشه و اونایی که مشکلات از سبب سرطان سیدیه در 5 سال گذشته و یا حال داشته باشن. گفتم خوبی روش است که در مرحله بعد از ولادت میتونه استفاده شوه و استفاده از این مرحله سبب میشه که خانم بسیار مطمئن با یک خاطر آرام مرکز سیر ترک کنه. همه خانم ها در تمام کتگوری های سنی بس. یعنی یک خانمی که سن کمتر از 18 هم داشته باشه میتونه این روش استفاده کنه و اونایی که بالاتر از 35 سال هم داشته باشه. ما به خاطر از اینکه بتونیم روش های تنظیم خانواده را بسیار به شکل یعنی مطابق به شواهد و مطابق به استانداردهای موجود در کشور توصیه کنیم، ما یک ابزار یا طول را وزارت ساعتامه، البته این طول ای ابزار از سازمان سی جهان یا WHO معتبرترین
ابزار به خاطر مشوره دهی مناسب و واجد شرایط و انتخاب افراد واجد شرایط به خاطر گرفتن روش های تنظیم خانواده است که در تمام دنیا یکسان استفاده میشه و ایره به نام چرخ یا ویل یاد میکنن. ما هر خانم ده هر سنه که پیش ما میه یک ارزیابی میکنیم، زمانی که تاریخچه میگیریم خانم بر ما میگه که مثلا یک خانم میگه که من یک کس هستم که من اچ آی وی ایدز دارم، مصاب اچ آی وی ایدز هستم. ما همی خانم در این کتگوری مندازیم، میبینیم که آیا امی روش را که مخصوصا روش امپلانت که ما برش توصیه میکنیم و او هم انتخاب کرده که روش امپلانت باید بگیره برش ارزا کنیم. ما میبینیم که آیا ما داشته باشیم، ما فیلن یک تماس داریم. بسیار خوب. بله من سلام. بله سلام خواهر عزیز، بفرمین کی هستین و چی سوال داشتین؟ آجره هستم و بفرمایین آجره جان چی سوال داشتین؟ خواهرم یک سوال ما بشه داشته هست بگیر خوشیم که پس سال شانه گرفتین دکتر سر؟ خب ای اولین بار است که حمل میگیرم؟ نه جز دکترک دارم دیگه آلی بار چارم بسر. خب آلی آیا میخواین حمل بگیرن دوباره؟ خب میخواین حمل بگیرم بلی خوشی میخواد چار ما بسر ناجون نده. خب تشکر خواهر، ما با پاسخ شما میپرد. جهان سپاس خواهر عزیز که تماس گرفتین، اگر سال دیگر ندارین وقتتان خوش. بفرمایید دکتر. خب اینا گفتن که خواهرشون از گولی از تابلت های خوشی استفاده میکرده، 4 سال شد حالا میخواد که حمل بگیره. بسیار خوب است وقتی که یک روش یک خانم خاتمه میته، یعنی بعد از اینکه قطع میکنه روشه میتونه که دوباره خاطرات باروری خدا به دست بیاره. ای که حتما خانم 4 ماه قبل این روشه قطع کرده، امیدوار هستیم به زودی حمل بگیرن و انشالله حمله میگیرن به خاطر از اینکه این روش تابلت های خوشی هیچ نوع اثرات بعد بالای از اینکه خانم یعنی دوباره حمله نشه نمیگذاره، یعنی برعکس هم تو قبل نام ذکر کردیم میتونه که مشکلاتی که پیش خانم ما وجود داشته باشه و رفع کنه. هیچ قابل تشویش نیست و لازم نیست که در این باره تشویش کنن، انشالله به زودی حمل میگیرن. بله با امید از اینکه خواهر مجاب خود دریافت کرده باشه. دوستای عزیز شما به این برنامه برنگ روز هستین و موضوعی که امروز انتخاب کردیم ایمپلنت یا روش غرسی می باشه. شما اگر کدام سوال دارین میتونین تماس بگیرین با صفحه فیسبوک ما در اختیار شما از قرار گرفته. اما فعلا یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه با ما باشید.